هفت صبح ایران. سلام، بیننده ایران اینترنشنال از استودیو لندن با من آزاده اسدی هستید. سرخط خبرها. اطلاعات اختصاصی ایران اینترنشنال از ورود جنگنده های اسرائیل به خاک ایران. ارتش اسرائیل اهداف خود در تهران را با جنگنده های F-35 بمباران کرد. ادامه واکنش ها به حملات موشکی اسرائیل. بایدن تاکید کرد تنها اهداف نظامی مورد اصابت قرار گرفته. پزشکیان گفته پاسخ را با تدبیر و هوشمندی می دهیم. ابعاد حمله اسرائیل به ایران که از 10 روز قبل با قیمت های دلار و ارز و ماست و پنیر و اینا از اون موقع نمود کرد به جمهوری اسلامی. واکنش مردم ایران به حمله اسرائیل. شهروندان میگویند شرایط زندگی و جان مردم برای حکومت هیچ اهمیتی ندارد. جنگن صدای انفجار اینجا تهرانه. یک منبع آگاه اسرائیلی به ایران اینترنشنال گفت جنگنده های F-35 اسرائیل در حمله اخیر برای نخستین بار وارد هوای حریم هوایی ایران شدند. به گفته او این جنگنده ها بر فراز آسمان تهران به پرواز در آمدند و اهدافی را در این منطقه بمباران کردند. به گفته کانال 11 اسرائیل جنگنده های نیروی هوایی ارتش اسرائیل از جمله F-35, F-16 و F-15 در این عملیات مشارکت داشتند. بر اساس این گزارش برخی از جنگنده ها بمب حمل می‌کردند و برخی دیگر موشک‌های رهگیر برای محافظت از هواپیماها در هوا همراه داشتند. روزنامه بریتانیایی تایمز نوشته آمریکا روز یکشنبه یک سیستم ضد موشک تاد دیگر به اسرائیل می‌دهد. سیستم تاد سیستم دفاع ضد موشک‌های برد کوتاه بالستیک برای حفاظت از حملات به مراکز جمعیتی و زیرساخت‌های حیاتی است که آمریکا در هفته‌های گذشته تعدادی از آنها را به اسرائیل ارسال کرده است. دو پژوهشگر امنیتی آمریکا با بررسی تصاویر ماهواره‌ای اعلام کردند در حمله‌های هوایی اسرائیل به ایران، منطقه نظامی پارچین و سایت تولید موشک خجیر هدف قرار گرفتند. دکر اولز پژوهشگر مرکز تحقیقات نیروی دریایی آمریکا به رویترز گفت حمله‌های اسرائیل توان تولید انبوه موشکی ایران را به طرز چشمگیری مختل کرده است. او گفته در حمله به سایت خجیر 2 ساختمان محل ترکیب سوخت جامد موشک‌های بالستیک منهدم شده. دیوید آلبرایت، بازرس تسلیحاتی پیشین سازمان ملل هم گفته این ساختمان‌ها با تأسیساتی که پیشتر برای تحقیق و توسعه برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی استفاده می‌شد، حدود 320 متر فاصله داشتند. بر اساس گزارش رویترز، مقام ارشد جمهوری اسلامی نتایج این بررسی‌ها را تایید کردند. نشریه وال استریت جورنال میگوید که همه سامانه‌های موشکی S-300 ایران در حمله روز شنبه اسرائیل منهدم شدند. وال استریت جورنال به نقل از یک مقام اسرائیلی گزارش داده که پیش از حمله ایران 4 سامانه پدافند موشکی S-300 داشت که پیشرفته ترین سیستم پدافند هوایی آن محسوب می‌شدند، اما همه این سامانه‌ها در حمله اسرائیل منهدم شدند. اشکان صفایی میگوید بنا به گزارش‌های رسمی ارتش اسرائیل حمله بامداد شنبه با بیش از 100 جت جنگنده نیروی هوایی اسرائیل و در 3 مرحله انجام شده و مراکز نظامی در 3 نقطه ایران مورد اصابت قرار گرفتند. بالاخره بعد از گذشت 25 روز از حمله موشکی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به اسرائیل، واکنش اسرائیل به این اقدام انجام شد. بامداد شنبه هول و هوش ساعت 2 بامداد به وقت محلی بر اساس گزارش‌های منتشر شده بیش از 100 پرنده اسرائیلی شامل انواع جنگنده‌های F-15، F-16 و F-35 به همراه هواپیماهای سوخت رزان پهپاد احتمالاً و همچنین هواپیماهای جمع‌آوری اطلاعات حمله گسترده ای رو در چندین نقطه ایران انجام دادن. آن چیزی که ارتش اسرائیل به صورت
رسمی اعلام کرده این هست که حمله در 3 موج انجام شده. موج اول در واقع در موج اول سامانه های دفاع هوایی، سامانه های پدافندی جمهوری اسلامی هدف قرار گرفتن و در امواج دوم و سوم کارگاه های تولید موشک های زمین به زمین، موشک های بالستیکی که جمهوری اسلامی از اون موشک ها برای حمله به اسرائیل استفاده کرده بود هدف قرار گرفتن. این در حالی هست که گزارش های غیر رسمی که منتشر میشه این احتمال رو مطرح میکنه که در واقع اهدافی که مورد حمله قرار گرفتن از این گسترده تر بودن، از جمله شامل در واقع انبارهای موشکی جمهوری اسلامی هم میشدن یا جایی مثلا در پارچین شاید هدف قرار گرفته، چیزی که نیویورک تایمز میگه که یک پهپاد دست کم به اونجا خورده. پارچین در واقع پایگاهی هست که قبلا گفته شده که در اون نه آزمایش اما تحقیقات مربوط به برنامه اتمی جمهوری اسلامی هم انجام میشه. این گزارش ها باید گفت از سوی هیچ که نهاد دیگری تایید نشده، اما باید گفت که این اولین بار بود که اسرائیل به صورت رسمی و آشکار حمله ای در ایران در جمهوری اسلامی انجام داد و مسئولیت اون رو هم پذیرفته. اما این حمله باید گفت که منتقدانی هم در اسرائیل داشته، منتقدانی که اون حمله رو کافی نمیدونند، از یائیر لاپید رهبر اپوزیسیون پارلمانی اسرائیل گرفته تا آویگدور لیبرمن رهبر حزب راستگرای اپوزیسیون اسرائیل خانه ماست، که گفتند که این حمله کافی نبود، باید هزینه بیشتری بر جمهوری اسلامی تحمیل میشد، تا تالی گوتلیب که نماینده کنست پارلمان اسرائیل هست از حزب لیکود، حزب بنیامین نتانیاهو، که او هم در واقع گفته که عدم حمله به تأسیسات اتمی در ایران یا تأسیسات نفتی یک اشتباه بوده که به گفته او نسل‌های آینده هم برای این اشتباه گریه خواهند کرد. اما نکته‌ای که کارشناسان، رسانه‌های اسرائیل به اون اشاره می‌کنند این هست که این حمله فعلا به این شکل انجام شد، اما در واقع به نوعی مسیر رو باز کرد برای حملات آینده اسرائیل اگر که لازم باشه حمله انجام بده. نکته ای که باید گفت، خود ارتش اسرائیل هم به اون اشاره کرده که الان دیگه آزادی عمل بسیار بیشتری داره ارتش اسرائیل در آسمان ایران. در ایران برخی از این کارشناسان و رسانه ها گفتن که این حمله به نوعی هم تمرین بود برای یک حمله احتمالی در آینده به تأسیسات اتمی جمهوری اسلامی اگر که اسرائیل تصمیم بگیره و بخواد که این کار رو بکنه. اما در مورد در واقع تمام اینها رو گفتیم، یک نکته رو باید گفت که اسرائیل امیدوار هست، یا دست کم این نکته رو در واقع ارتش اسرائیل گفته که از نظر اسرائیل کار تمام شده، جمهوری اسلامی حملاتی کرده و اسرائیل هم به اون پاسخ داده و الان توپ در زمین جمهوری اسلامی هست. اگر که تصمیم بگیره به این حمله واکنش نشون بده، بر اساس آن چیزی که ارتش اسرائیل گفته، حمله بعدی اسرائیل بسیار شدیدتر خواهد بود. رئیس جمهور آمریکا گفته امیدوار است حمله اسرائیل نقطه پایان درگیری ها بین دو کشور باشد. جو بایدن به خبرنگاران گفته اسرائیل تنها اهداف نظامی را هدف قرار داده و بایدن انتظار دارد این حملات نقطه پایانی برای تبادل آتش میان تهران و تل آویو باشد. کامالا هریس معاون رئیس جمهور آمریکا و نامزد دموکرات‌ها برای انتخابات پیشرو هم خواستار توقف تهدیدات اسرائیل از سوی جمهوری اسلامی و کاهش تنش در خاورمیانه شده. وزیر دفاع آمریکا گفته ایران نباید به حملات اسرائیل پاسخ دهد. لوید آستین گفته وقت آن رسیده که با استفاده از دیپلماسی گروگان‌ها آزاد شوند و با برقراری آتش بس در غزه تنش‌ها در منطقه کاهش یابد. مسعود پزشکیان در پیام تسلیت برای کشته شدن 4 نیروی ارتش در حمله اسرائیل گفته جمهوری اسلامی با تدبیر پاسخ به گفته او هر حماقتی را می‌دهد. پزشکیان در این پیام گفته مردم ایران در دفاع از خاکشان هیچ هراسی ندارند و با تدبیر و هوشمندی
پاسخ خواهند داد. محمد رضا عارف معاون پزشکیان هم گفته اسرائیل باید منتظر پاسخ جمهوری اسلامی در زمان و مکان مناسب باشد. اما جمعی از حامیان جمهوری اسلامی شامگاه شنبه در مشهد تجمعی برگزار کردند و خواستار پاسخ حکومت به حملات اسرائیل شدند. علی افشاری تحلیلگر سیاسی از واشنگتن با ما همراه هستند. سلام آقای افشاری. اول ارزیابیتون رو بشنویم از این حملات اسرائیل و اینکه فکر میکنید جمهوری اسلامی های در حال حاضر در موقعیتی است که بخواد اصلا پاسخ بده به این حمله و اگه بخواد پاسخ بده چه شکلیه؟ خب هنوز ما واقعش تصویر جامع و کاملی رو نداریم از اتفاقی که در روز گذشته در ایران در بامداد روز گذشته رخ داد، ولی از اونجایی که به حال جمهوری اسلامی هیچ گونه مدارکی رو منتشر نکرده مبنی بر موفقیت سیستم پدافند هواییش، مثلا هواپیمایی افتاده باشه یا موشکای ساخت شده باشه، این رو ما نمیبینیم. و به هر صورت و اینکه 3 موج حمله انجام شده و برای نزدیک به 3 بالاخره درگیری بوده در بخش‌های مختلف ایران در 3 استان و هر صدای شلیک‌های مهیب شنیده شده، این همه نشون میده که به حال اتفاقاتی رخ داده و همچنین جمهوری اسلامی اینا قبول کرده. منتها می‌بینیم که خب نوعی تلاش می‌کنن مثل همیشه کوچک نمایی بکنن. خب این کوچک نمایی معنایی رو هم داره که یعنی همونطور که در حمله اسرائیل هم این طراحی شده بود که منجر به واکنش شدید جمهوری اسلامی نشه، یعنی بر عملیات طرفی جنگانشون هدفمند و کنترل شده بود که به حال به نظر من بیش از همه اون نقش دولت آمریکا رو در این بار می‌بینیم که خب به هر صورت تلاش کرده بودن که قانع بکنن اسرائیلی‌ها رو هم از طریق به حال اهرم فشاری که داشتن برای ارسال تجهیزات خاص که این فعالیت نره به سمت این که فضا از کنترل خارج بشه. به نظر من حمله اسرائیلی نه اون حدی هستش که جمهوری اسلامی میگه، از اون قوی تر بوده، شدیدتر بوده، ولی در اون حدی هم که از قبل در فضای تبلیغاتی اونها و جنگ رسانه‌ای و روانیشمون در اون حد هم نبوده، چیز بین‌المللی بوده. اما فضا رو به جمهوری اسلامی داده که واکنشی رو انجام نده. اگر سیستم پدافند هوایی اونها طبق ادعاهایی که به حال غیر مستقیم از سوی اسرائیل مطرح شده باشه، یعنی سیستم S-300 در تهران نابود شده باشه و پدافندهای هوایی هم در ایلام و در استان خوزستان آسیب‌های جدی دیده باشه، خب این پیام رو جمهوری اسلامی منتقل کرده که کارش برای اینکه بخواد دوباره حمله رو انجام بده چندان مشکل نیست، میتونه حمله ای رو انجام بده، ولی قطعا واکنش بعدی اسرائیل شدیدتر خواهد بود و همچنین حمایت بیشتری رو هم از آمریکا و اروپا خواهد داشت. اونجا است که مشکل پیدا میکنه. آقای افشاری، شما اشاره کردین که یکی از دلایلی که توی رسانه‌های حکومت یا بیانیه‌هایی که تالا صادر کردن به کوچک نمایی کردن از این حمله این بوده که شاید نمیخوام پاسخ بدم. بیشتر برام توضیح بدین در مورد این. اما اگر پاسخ نده اون وقت جواب تندروهای داخلی رو حاکمیت چه خواهد داد؟ خب ببینید، اولا حاکمیت جمهوری اسلامی خیلی قابل پاسخگویی نیست، نه فقط برای مردم عادی و مخالفان و نیروهای جامعه مدنی، حتی برای هوادارانش، ولی باید در نظر بگیریم تا کنونش کدوم از مقامات درجه اول حکومت در این خصوص صحبت خاصی نکردن. آره، منهای پزشکیان یا عارف که اساسا در جمع تصمیم‌گیران اصلی نیستن، ما ببینیم که خامنه‌ای موضع خاصی رو نگرفته در این خصوص تا به این لحظه. باز فرماندهان ارشد سپاه همینطور، بیانیه استدعاکار نیروهای مسلح خب بیانیه محکمی نیست و خیلی مبهم در اون و صحبت‌های مطرح شده و تلویحاً فضا رو به سمتی بردن که پایان جنگ غزه رو به نوعی به عنوان موفقیت هدف گذاری کردن برای آینده. این که جمهوری به نظر من به هر صورت نوع عملیاتی که اسرائیل انجام داده برعکس این که تشویق کننده تشدید پلکانی تنش باشه، یک فرصتی رو برای تنش زدایی ایجاد کرده.
بنابراین و از اون طرف هم بها جمهوری اسلامی آسیب پذیر هست بخواد که این سطح درگیری رو افزایش بده، چه در سطح خارجی و چه در سطح داخلی کشور هم همینطور. و به این دلیل برآیند به اصطلاح اتفاقات و نشانه ها این هستش که احتمال واکنش مجدد ضعیفه، ولی اگر انجام هم بشه به نظر من ضعیفتر از هر عملیات وعده صادق دو خواهد بود و به صورت کنترل شده ای از سوی جمهوری اسلامی عمل خواهد شد. ولی با تاکید میکنم احتمالش رو کم میدونم و به نوعی به هر صورت دو طرف نشون دادن که و اصلا کلا شرایط حاکم بر منطقه و دنیا این هستش که پذیرای گشوده شدن یک بها جبهه جدید درگیری مستقیم بین ایران و اسرائیل وجود نداره و ممکن استش که این عملیاتی که اسرائیل انجام داد، البته خب برای اولین بار هست که مستقیم به ایران حمله کرده، رسما مسئولیتش رو قبول کرده، سیستم پدافندی ایران رو به هر صورت ضعیف کرده، راه رو باز کرده که در دراز مدت بتونه ضربات جدی تری بزنه، ولی در این مرحله همه تلاش ها به سمتی هستش که فعلا این تنش فروکش بکنه. من فکر میکنم که این نگاه در بین جمهوری اسلامی هم در عمل بیشتر مورد توجه قرار خواهد گرفت و رویکرد مصلحت جویانه جلو خواهد رفت. البته ما آینده رو نمیدونیم، ممکنه که اتفاقات دیگری رخ بده، ولی فعلا این گونه به نظر میرسه. سپاسگزارم آقای افشاری. علی افشاری تحلیلگر سیاسی از واشنگتن با ما همراه بود. و ممنون از شما که همچنان همراه ایران اینترنشنال هستید. نگاهی دوباره داشته باشیم به مهمترین خبرهای روز. اطلاعات اختصاصی ایران اینترنشنال از ورود جنگنده های اسرائیل به خاک ایران. ارتش اسرائیل اهداف خود در تهران را با جنگنده های F-35 بمباران کرد. ادامه واکنش ها به حملات موشکی اسرائیل. بایدن تاکید کرد تنها اهداف نظامی مورد اصابت قرار گرفته. پزشکیان گفته پاسخ را با تدبیر و هوشمندی می دهیم. نام عملیات شبانه جنگنده های ارتش اسرائیل به مراکز نظامی ایران روزهای پاسخ اعلام شده. عملیاتی که بامداد شنبه آغاز و نزدیک به 3 ساعت به طول انجامید. در حالی که مقام های جمهوری اسلامی مدعی شدند خسارت ها ناچیز بوده، اما تصاویر و اخبار منتشر شده از حمله موفق به سامانه های پدافند هوایی و چند مرکز نظامی مهم حکایت داره. گزارش مشتاق پور محسن رو ببینید. اولین ورود جنگنده های اسرائیل به آسمان ایران در طول تاریخ. دست کم 4 کشته در ضربه به سیستم پدافندی و 10 مرکز موشکی و پهپادی نتیجه 3 ساعت حمله هدفمند. شکست کمپین چند ساعته انکار و دروغ جمهوری اسلامی. جزئیاتی از عملیات شبانه اسرائیل با نام روزهای پاسخ. چگونه رویای بازدارندگی نظامی خامنه‌ای نابود شد. اسرائیل خیلی کوچکتر از اونه که بتونه حمله بکنه به ایران. اسرائیل چه غلطی میتونه نسبت به ایران بکنه؟ اسرائیل اصلا دستش به ایران نمیرسه. حوالی ساعت 2 بامداد به وقت ایران، وقتی صدای انفجاری مهیب در تهران خواب مردم رو آشفته کرد. صداهایی که با شلیک پدافندها در هم آمیخت. سامانه پدافندی جمهوری اسلامی همزمان در چند شهر در جنوب غربی ایران هم فعال شد. دسفود، اندیمش، اهواز و ماهشهر. در میانه حملات سخنگوی ارتش اسرائیل اعلام کرد جنگنده های این کشور در پاسخ به حمله موشکی جمهوری اسلامی در 10 مهر در حال حمله به مراکز نظامی ایران است. او حدود 3 ساعت بعد از پایان موفقیت آمیز حملات خبر داد. ما حملات دقیق و هدفمندی به اهدافی در مناطق مختلف ایران انجام دادیم، از جمله تأسیسات تولید موشکی که ایران در حملات سال گذشته به اسرائیل از آن استفاده کرد. ارتش اسرائیل هنوز جزئیات این حملات را رسانه‌ای نکرد، اما شبکه خبری I-24 خبر داد که 140 جنگنده ارتش اسرائیل در این حمله شرکت داشتند. حملاتی که حالا می‌دانیم در 3 موج انجام شد. در موج اول جنگنده‌ها سامانه‌های پدافندی را هدف قرار دادند. حمله‌ای که نتیجه‌اش به گفته سخنگوی ارتش اسرائیل آزادی عمل این کشور را برای انجام عملیات در آسمان ایران بیشتر کرد.
در دور دوم و سوم حملات اسرائیل زیرساخت‌های جمهوری اسلامی برای تولید موشک‌های زمین به زمین و پهپاد را هدف قرار داد. اندکی پس از پایان حملات روزنامه نیویورک تایمز خبر داد اسرائیل دست کم 20 نقطه نظامی در ایران را هدف قرار داده. اما خبرگزاری تسنیم وابسته به سپاه پاسداران به نقل از یک منبع آگاه این خبر را تکذیب کرد و نوشت تعداد اهداف کمتر از این میزان بوده. تسنیم حتی مدعی شد حملات از خارج از مرزهای ایران انجام شده و جنگنده های اسرائیل وارد خاک ایران نشدند. پدافند هوایی کشور هم در اطلاعیه ای از مقابله موفق با حملات اسرائیل در سه استان ایلام، تهران و خوزستان خبر داد. مشخص نیست اگر مقابله موفق بوده چرا همه جنگنده های اسرائیل توانستن سالم به پایگاه هایشان برگردن. همزمان دیگر رسانه های وابسته به جمهوری اسلامی و سپاه پاسداران تلاش کردند در یک کمپین رسانه‌ای حمله هدفمند اسرائیل به مراکز نظامی ایران را کوچک نمایی کنند. اما این بادکنک خیلی خیلی زود ترکید. ساعاتی بعد ارتش جمهوری اسلامی اعلام کرد دو عضو این نیرو در حمله اسرائیل کشته شدند و تا عصر شنبه کشته‌ها به 4 نفر رسید. از جمله سرگرد حمزه جهاندیده و استوار شاهرخی تلفات حمله جنگنده‌های اسرائیل به سامانه پدافندی در ماشهر بودند. این تصویر ستون دود ناشی از انفجار در پادگان هوافضای وزارت دفاع در خجیر است در شرق تهران، جایی که مجموعه‌ای از تأسیسات نظامی ایران در آن قرار دارد، از جمله تأسیسات موشکی خجیر. تحلیل تصاویر منتشر شده نشان می‌دهد پدافند تیپ حضرت امیر اینجا در شمال اسلامشهر هدف قرار گرفته شده. همینطور کارخانه نوآوران صنعتی تکساس که دو ویدیو از تخریبش در جریان حمله منتشر شد. کارخانه که در پوشش عنوانی عمومی تامین کننده قطعات پهپادهای جمهوری اسلامی بود. اینجا در شهرک صنعتی شمس‌آباد. دو مقام ایرانی و یک عضو سپاه پاسداران هم به نیویورک تایمز گفتند سامانه پدافندی S-300 مستقر در فرودگاه امام خمینی تهران هدف حمله اسرائیل قرار گرفته. این منابع تایید کردند یک پهپاد اسرائیلی به پایگاه نظامی مخفی پارچین اصابت کرد. با این حال برای جلوگیری از انتشار آثار این حمله سپاه پاسداران رسما در اطلاعیه اعلام کرد انتشار ویدیوهای اهداف جرم است و کاربران وابسته به نظام هم در شبکه‌های اجتماعی مردم را تهدید به برخورد قضایی کرد. تمهیدی برای خاک پاشیدن به چشمان حقیقت تا جمهوری اسلامی مجبور به پاسخ نشود. وقتی فرمانده کل پیشین سپاه پاسداران عملیات روزهای پاسخ اسرائیل را ناشی از ترس و فرار خواند و خبرگزاری‌های سپاه هم مدعی شدند خسارات ناچیز بود، آن هم در شرایطی که وبسایت آکسیوس به نقل از منبع آگاه خبر داد اسرائیلی‌ها روز جمعه پیش از حمله پیامی هشدارآمیز به جمهوری اسلامی فرستادند و اعلام کردند به چه اهدافی حمله می‌کنند. اسرائیل به تهران هشدار داد که به این حمله پاسخی نداد. در واقع این سطح وسیع از خسارات در مراکز نظامی در شرایطی اتفاق افتاد که جمهوری اسلامی از حمله خبر داشت. ظهر شنبه هم وزارت خارجه ایران در بیانیه‌ای بدون اشاره مستقیم به پاسخ تلافی جویانه صرفاً گفت طبق ماده 51 منشور سازمان ملل متحد خود را محق و موظف به دفاع در برابر اعمال تجاوزکارانه خارجی می‌داند. واکنش تهران به اتفاقات شبی که در آن 36 سال پس از جنگ ایران و عراق برای اولین بار جنگنده‌های یک کشور وارد آسمان ایران شدند، سامانه‌های پدافندی را هدف قرار دادند و به مراکز موشکی و پهپادی حمله کردند. هدف مقاومت عزیزان من عبارت است از رسیدن به نقطه بازدارندگی. ما امروز در بخش نظامی تا حدود زیادی به این بازدارندگی رسیدیم. 5 سال پس از این سخنان خامنه‌ای نمازهای میت برای نیروهای نیابتی مانده و از بازدارندگیش آسمانی بی‌دفاع. مشتبه پور محسن، لندن. پیشتر نظر شما بینندگان ایران اینترنشنال رو درباره ابعاد حمله اسرائیل به جمهوری اسلامی پرسیدیم. شهروندان میگویند شرایط زندگی و جان مردم برای حکومت هیچ اهمیتی ندارد. صدای شما رو بشنویم. ابعاد حمله اسرائیل به ایران که از 10 روز قبل با قیمت‌های دلار و ارز و ماست و پنیر و اینا از اون موقع نمود کرد به جمهوری اسلامی و مردم. و موضوع بعد اینه که نشون داد قدرت پوشالی سپاه که دائما دم از اقتدار می‌زد، دم از
مگه میشه جنگنده های اسرائیل بیان بمباران بکنن و بدون کوچکترین تلفاتی برن و اهدافی که داشتن انجام بدن و سانسور کنه صدا و سیما؟ هیچ اتفاقی نیفتاده و حالا یکی یکی داره صداش میاد که 4 تن شدن شهیدا، 2 تن شدن شهیدا. سلام، الان نشستم دارم اینترنشنال نگاه میکنم. ببینید دوستان، هر کی هر چیزی میگه، ولی یه چیز خیلی مهم، حسن نصرالله زدن 5 روز در تهران عزای عمومی شد. در هر صورت 4 هموطن ما که حالا ارتشی بودن یا حتی سپاهی بودن، 4 هموطن از بین رفتن، اینا به روشون نمیارن. این از همه چی مهمتره، که یعنی هموطن ایرانی من به اندازه حسن نصرالله غریبه ارزش نداره، یعنی 4 نفر ما به اندازه 1 نفر اونا ارزش نداره، اونم به اندازه 1 نفر که خودش قاتل بوده خودش. سپاس از همراهی شما با خبرهای این ساعت 8 صبح ایران. بخش بعدی خبر.